سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. تو این ویدیو قرار درباره تاگر کوین ها و تمامی ایونت های جدیدی که در سیزن یک اضافه شدن که دیشب سیزن اول شد صحبت کنیم، که هم ترجمه ایونت ها رو بهتون بگم و هم که چجوری ما میتونیم سریعتر از این تاگر کوین ها به دست بیاریم و سریعتر جوابش رو بگیریم. فقط دوستان قبلش حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنین و زنگوله کنارش هم بزنین. دمتون گرم. خب دوستان، بریم سراغ چیزی که به بازی اضافه شده، که اولین چیزی که عوض شده ایونت های بازی هستن و جواز روزانش، که اینجا میتونید مشاهده کنید ممایشی هستن که باید هم بتل بازی کنید، هم کیل بگیرید، هم پوینت بتل پس در بیارین و هم انگار داخل مولتی پلیر بازی کنید. این جوازشو بگین که کریت بسیار خوبی هست نسبت به کریت های سیزن های گذشته، که این کاراکتر و این جی کوست رو بهتون میده که هم گان و هم کاراکتر خوبی هستن خودش. و اینکه دیلی لوگین هم که بعد هر روز بیان لوگین کنید، که یک کاراکتر پلیس در روز 24 بهتون میگه که کاراکتر قدیمی هم هست این، که جدیدن آوردنش به بازی بعد از فکر کنم 13-14 تا سیزن شدش که این کاراکتر آوردن، که اگه دانلود بشه بهتون نشون میدن که چه شکلی هستش، که احتمالا خودتون دیدین که میتونین با همدیگه تماشاش کنید. یک کاراکتر بسیار خوبی هست که در روز 24 باز میشه اگه هر روز لاگین کنید داخل کالا. و اگه دوستان جواز دیگه هم داخل این سیزن اومده، که ببین با هم یکی یکی ترجمه شون کنیم، که این کاراکتر قرار به اون بده که کاراکتر خدای خوبی هست از اسکات دو، یا همون اسکین با تنگروی خوبی داره، که برای بال اولش باید 3 تا بازی بتل رویال بازی کنین، برای مرمت دومش باید 10 نفر داخل بتل رویال بکشین و مرمت سومش باید 1500 گلوله شلیک کنین، مرمت چهارمش باید 10 تا رو با تفنگای کاستومایز شده که از ایردراپ فرمدین بکشین که به راحتی میتونین به دستش بیارین داخل آلکاتاس مخصوصا، و بعدش باید بریم واسه مرمت بعدیش که باید 8 بار از کلاس های بتل رویالتون استفاده کنین، مثل نینجا میدی که هر چیزی دوست دارین، و 3 تا رو با این کلاس ها بکشین که بتونین این کاراکتر رو دریافت کنین، مثل کاراکتر مثل کلاس سگ و ترپ که میتونین باش بکشین. و این دوستان مرمت بعدیش درباره مپ ها هستش، که مپ آلکاتاس چند تا مرمت داره که باید 4 بار بازی کنید مپ آلکاتاس رو و راه برین داخلش 2500 متر تا دو تا مرمتش باز بشه، بعدش باید 1000 تا گلوله در این مپ شلیک کنین، نزدیک به 5 بارم باید از کلاساتون استفاده کنین داخل بتایا مثل نینجا و چیزا، و 8 نفرم باید بکشین، 15 نفرم باز باید بکشین، 5 بارم باید جز نفرات برتر آلکاتاس بشین و همین دیگه. واسه یه معمولت بهش که به مود هایس انگار رب داره، باید کلا این مود رو چندین بار بازی کنین و داخل چند تا از این آیتم های داخلش رو بخرین که بتونین این معمولت دیس هایس رو هم تموم کنین، که جواز بدی نداره، یه اکاچه رفت ریل هم بهتون میده. معمولت بهش باید فقط کمیک بخونین و برسید معمولت اصلی اول سیزن یک، که بعد ما کوین به دست بیاریم تا این جوازی که داخلش میبینیم دریافت کنیم. پارسال بهمون اکاچه رفت سلطنتی میدادن، امسال قرار سورتفیش پلنگی بدن که بعد نیستش گانش، که میتونین نمایش مشاهده کنید که بهتون جلوتر روزی میدن که چجوری میتونین داخل بتر روی از این کوین ها سریعتر دریافت کنیم و به راحتی تموم در یک روز حداقل این گان و آیتم بعدیش رو به دست بیارن، که اینم بد نیستش که یه تبر یخی هستش و دمیج هم 200ه، که فکر نکنم داخل بتل 200 باشه، به داخل مولتی قطعا 200 هست این تبر یخی. خب دوستان بریم با هم دیگه بهتون نشون میدن که چجوری ما میتونیم این تاگر کوین ها رو سریعتر به دست بیاریم و سریعتر این جواز رو دریافت کنیم. خب دوستان، برای سریعتر به دست آوردن این جواز کافی به این داخل مپ بلک اوت یا ایزوله فهم نمیکنه قسمت آیس پاک و چند تا از این بازی رو 3 بار پشت سر هم بدونین که بیارین بیرون بازی کنین، تا از این 3 کارت دم ساعت در بیارین که تون تون بازی کنین میتونین در بیارین. تک تک بازیاش بهتون از این 3 کارت میدن، فقط کافی 3 بار پشت سر هم بازی کنین بعد دیگه نیان بیرون ازش، و وقتی که 3 بار بازیتون تموم شد بیاین بیرون و 3 کارتتون رو جمع کنین، که میتونین یکی از راهاش این باشه، که به نظر من که بهترین راهش هم همینه چون بهتون سریع میده. راه بعد اینه که انمی بکشین، هر انمی بکشین بهتون کوین میده، یا اینکه این بالون ها رو بترف کنین که با باز کردن ادراپی که براتون میندازه از این سه کار میتونین دریافت کنین، که
یکی از راه‌های دیگه دریافت این سکه هستش، یا اینکه این آدم برفی قول پیکرم کاستومایز کنی و سکه‌هاشو جمع کنی، که به نظر من اینم حتما امتحان کنید داخل بازیتون. کلا هر چی از این آدم برفی‌ها می‌بینین کاستومایز کنی، هر کدومشون بهتون یه سکه میدن داخل بازی که سریع‌تر می‌تونی اینو دریافت کنی. و وقتی سکاتون رو جمع کردین کافی برین داخل این ایونت و هر جایزه که میخوان رو ردیم کنی و تک تک این جوایز رو دریافت کنی، که گان اولش هم سوردفیش هستش و گان دومش هم تبر یخی، که میتونین بگیرین جوایزش رو و لذتش ببرین. جواز ریرش هم بد نیستن، که ما الان این سوردفیش رو گرفتیمش که جلوتر بهتون نمایش داخل بازی هم نشون خواهم داد. و اینم از سوردفیش کول تایگر ببر بامزه، و اینم از تبر یخیش که میتونین بگیرینش با این کوین‌هایی که بهتون گفتن چجوری ما میتونین به دستش بیارین، که به نظر من نایف خوشگلی هستش. این هم نمای داخل بازی هستش که میتونین تماشا کنین و لذت ببرین، که به نظر من گانه بدی نیست سوردفیش، و این هم تبر یخیشه. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنین و زنگوله کنارش هم سر بیارین، و منتظر ویدیوهای دیگه از من باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.